بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه تلارسانی میارجل. امیدوارم که هر جا که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. خوشحالم که با گزارش دیگه در خدمتتون هستیم. به شهرستان بنپور اومدیم، در دشت سردگال به این مکان اومدیم تا در خصوص توسعه و رونق محصولات کشاورزی گزارش رو تقدیم حضورتون بکنیم. یک بخش کوتاهی از گزارش رو می‌بینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. در خدمت جناب آقای هودیانی ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان بنپور هستیم و به این فضا اومدیم و در خصوص آخرین تحولات و محصولاتی که به هر حال قراره که در این منطقه کاشت و برداشت بشه در طول فصول گفتگو رو با ایشون انجام دیم. جناب آقای هودیانی خسته نباشید، وقتتون بخیر. خب از قدیم الایام شهرستان بنپور، منطقه بنپور به عنوان قطب کشاورزی در کل حوزه سیستان و بلوچستان معروف بوده و به نوعی بنپور انبار قله جنوب بلوچستان بوده. وضعیت موجود در شهرستان بنپور به این صورت هستش که ما بیش از 11000 هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی رو داریم که از این میزان بیش از 7000 هکتار سطح زیر کشت زراعی و کمتر از 4000 هکتار سطح زیر کشت باقی هستش. کشت در شهرستان معمولا در دو فصل انجام میشه، کشت پاییزه و کشت تابستانه. عمده کشت پاییزه ما شامل گندم، کلزا، جو، سبزی و سیفی و موارد مشابه با اون هستش و کشت تابستانه ما ذرت علوفه‌ای، دانه‌ای، کنجد و اخیراً پنبه هم انشالله به سطوح کشت ما اضافه شده. چه کار باید بکنیم که از این ظرفیت و از این حالا زمین‌های مرغوب با هوای خوب بتونیم بهترین استفاده رو برای توسعه کشاورزی انجام بدیم؟ خب ببینید، برای بخش کشاورزی اون زیرساخت‌های خاص خودش نیاز هستش. ببینید، یکی از اقدامات خوبی که انجام شد با توجه به سرانه مصرف آب در بخش کشاورزی و اعتبارات ویژه‌ای برای بحث اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در سطح شهرستان و در سطح کل استان تخصیص پیدا کرد، به این صورت که 85% اون رو خود دولت به صورت بلاعوض در اختیار بهره بردار قرار میده و بهره بردار هم فقط 15% سهم خودیاری رو پرداخت میکنه. خب اقدامات خیلی خوب و درجه یکی ظاهرا انجام شده و این یک گام بزرگی در توسعه رونق و جهش خیلی جالبی هستش در بحث کشاورزی و خدا قوت میگیم. ما یه بخش کوچیکی از گزارشمون رو میبینیم و دوباره برمیگردیم. یکی دو تا سال دیگه هم از آقای هودیانی خواهیم داشت و حالا میبینیم و میشنویم. ما رو همراهی کنید. در این فصل بیشتر چه محصولاتی توی این منطقه کاشت میشه؟ خب ما تفکر اولمون برداشت محصول پاییزه است، یعنی دغدغه‌ای که ما الان داریم. خب با توجه به اینکه ما حدود 4000 هکتار سطح زیر کشت گندم و کلزا در سطح شهرستان هستش، ما دغدغه اولمون برداشت این محصولات، یعنی ما باید یک سازوکار مشخصی برنامه‌ریزی داشته باشیم که انشالله از اواسط فروردین ما و اردیبهشت ما بتونیم برداشت گندم و کلزا رو شروع کنیم. همین که بتونیم کشت کنجد رو با توجه به نیاز آبی کمی که داره و از طرفی صرفه اقتصادی و قیمتی که خود محصول کنجد داره، انشالله برنامه ریزی داریم که روی این دوتا محصول انشالله تمرکز داشته باشیم. در مورد حالا کنجد قبلا هم اینجا کار شده دیگه؟ کنجد کار شده، منتهی مراتب سطح زیر کشت آنچنانی نداشته. کنجد سطح زیر کشت دو سال قبل تقریبا 100 هکتار بود، سال گذشته 240 هکتار ما رسوندیم اینو. انشاءالله با توجه به بازاری که این محصول داره، با توجه به دوره‌ای که بالاخره نیاز کودی کمی که داره، با توجه به نیاز پایینی که این محصول داره و کلن محصول محلی است، یعنی با شرایط آب و هوایی منطقه ما کاملا مطابقت داره، انشاءالله ما بتونیم امسال این سطح رو به 300 تا 400 هکتار برسونیم. خیلی هم عالی. آقا ممنونیم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. دعا میکنیم و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. با
شما بینندگان عزیز هم دیگه باید خداحافظی بکنیم در این گزارش هم. امیدواریم که از دیدن این گزارش لذت کافی رو برده باشید. ما در گزارش‌های بعدیمون بیشتر در بحث حالا کشاورزی و توسعه و رونق محصولات کشاورزی در منطقه ان شاءالله گزارش‌های بهتری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما ببینید و بپسندید. ما شما رو به خدای خوب مهربانی و خدای خوب پروانه ها می‌سپاریم و امیدواریم هر جا که هستید روز و روزگار بر شما خوش و صحیح و سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار شما.